امام سجاد میگه خدای ما یه نفسی داریم میالتن به لعب و لهو. میاله صیغه مبالغه است، یعنی نفسی که خیلی میل به لهو و لعب و بازیگری داره، خیلی میل، ساعتها روزها از وقتش میره، میبینه هدره، هیچی گیرش نمیاد، اما بازم این شکلی هستش. نفس آدم نسبت به بازیگری میالتن، خیلی میل داره به لعب و لهو، به لعب و لهو. مملوتن بالغفلت و سهو، نفسی داریم خدایا که مملو از غفلت و بیتوجهی و سهو، مملو از غفلت، توجه نداره. حالا من 80 سالم میشه، سرم به لحد میخوره، تازه میام خدایا عمر من رفت چیکار بکنم، همه فرصت هام رفت، اگه میشه یه وقتی به من بدی. خدا میفرماید که اولا نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر، تو سوره فاطر هست، اونقدری بهت عمر ندادیم که بست باشه. تسلک و بیال مسالک و تجعلونی اندکه احوان حاله، خدا منو تو هلاکت میندازه. این نفس مثل کسی که توی پرتگاه میری میخواد هل بده آدم ته در، نفس اینجوریه با ما. تسلکو بی منو میبره مسالک المحالک، تو جاهای هلاکت بار، تو جاهایی که آدم ساقط بشه. اما چجوری سقوط بکنه؟ و تجعلونی اندکه احوان حاله، خدایا من و نفسم یه جوری میخواد زمین بزنه که پیش تو حقیرترین آدم باشم، که ارزش نداشته باشم دستمو بگیری. خیلی این جمله لطیفه. ببینید آدم گاهی موقع یه جایی زمین میخوره، چهار نفر دلشون میسوزه، دست آدم میگیرن بلند میکنن. امام سجاد میگه این نفس ما را آنچنان میزنه زمین، چهار تا دلسوز نه، خدای ارحم الراحمین هم دیگه توجه به ما نداره. میگه تو اصلا به درد نمیخوری که من بلندت کنم، اصلا تو ارزشی دیگه نداری. نفس آدمو اینجوری زمین میزنه. و تجعلونی اندک احون حالک، منو حقیرترین سقوط کنندگان قرار میده، حقیرترین و پسترین سقوط کنندگانی که پیش تو ارزشی ندارن که تو دستشو بگیری. یه همچین نفس عجیب و غریبی، دشمن داخلی ما، شیطان اونچنانی هم که دشمن خارجی، این دو تا هم به هم دیگه دست به دست میدن دیگه، حالا چی میشه؟ خب آدم چیکار بکنه؟ میتونه آدم نجات پیدا کنه؟ میتونه این نفس چموش این چنینی با این اوصاف رام بکنه؟ بله. چجوری؟ صادقانه برو در خونه خدا، بگی خدا من زورم نمیرسه، مبادا اینجا خودم بکنی، خودم میفهمم چیکار کنم، خودم نفسم رو رام میکنم، خودم این خودم بدترش میکنه، این خودم بدترش میکنه. نه خیر، اینجا جای خودم نیست، نفس خیلی چموشتر از این حرفاست، خیلی سرکشتر از این حرفاست. شیطان هم همجور خیلی زرنگه، این دوتا به هم دیگه جنود و لشکرکشی میکنن، پدر آدمو در میارن. اینجاها آدم باید بره سراغ یه قدرت برتر تو این عالم وجود، بره در خونه خدا و بگه خدای تو دستمو بگیر، کمک کن.